با سلام خدمت بینندگان محترم سیما فرصت و مقتنم شمرده براتون بهترین آرزوها رو دارم با سپاس و تشکر از مقاومتتون و مبارزتون در سالی که سپری شد با درود به زندانیان سیاسی به خاطر مقاومتشون و با آرزوی سعادت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان سال گذشته مهمترین تحولی که با آن مواجه بودیم قیام دی ماه 96 بود مردم ایران بعد از سه دهه سرکوب اختناق فشارهای اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی جان به لب رسیده بالاخره تصمیم گرفتن تا مطالبات خودشون از این استبداد دینی از این اولیگارشی مذهبی مطالبات خودشون رو به دست بیارن برای همینم به صحنه اومدن شد با شجاعت تمام و خب البته در این راه فدیه جانهایی هم نیست فدیه راه آزادی شد درود بر آنهایی که شهید شدن و درود بر آنهایی که در این مبارزه الان در زندانهای رژیم و در سیاهچال رژیم تحت شکنجه هستند نکته که من باید به سهم خودم روش تکه کنم و تذکر بدم اینه که این رژیم رژیم اولیگارشی دینی در ایران سه دهه فرصت تاریخی نصیب شد تا بتونه از ایدولوژی که خودش ساخته بود یک ایدولوژی ارتجایی تو منطقه پیش ببره و خودش مدعی بود که حامی مستضعفین جهان تلاش کرد بود که از این زیر پرچم به اصطلاح اسلام بنیادگرایی تلاش کنه تا به نحوی حکومت خودشو رو توسعه بده تو کشورهای عربی و کشورهای مسلمان ولی از اونجایی که این رژیم همواره خودش بیشترین دشمنی رو به خودش کرده به دلیل عدم آگاهیش با انتخاب غلطش در کنار بشار اسد و خیانت به مردم عرب و مردم مسلمان و حمایت از یک دیکتاتور جانی تمام سرمایهگذاری گذاری که تو این سالها کرده بود تو جنگ خاورمیانه رو یک به یک از بین رفت یک به یک دستش رو شد و یک به یک مردم جهان عرب و کشورهای مسلمان پی بردن که ماهیت این رژیم نه تنها بر به نفع در جهت منافع این مردم نیست بلکه بالعکس حامی دیکتاتورها و مستبدین منطقه است به همین دلیل هم دورانش سپری شده از یک طرف هم مقامتی هست که به دلیل آگاهیش به دلیل مسئولیتش در کنار اپوزیسیون و در کنار رزمندگان سوریه قرار گرفت و از آنها حمایت کرد و این حمایت و این انتخاب درست تاریخی باعث شد که کشورهای مسلمان منطقه ارز کنم که تمام توده های مسلمان جهان پی ببرن به حقانیت و پی ببرن به مشروعیت این مبارزه که طی این سالها توسط مقاومت ایران شد گرفت و اکنون شاهدیم که موج استقبالی است که از شورای ملی مقاومت از سازمان مجاهد خلق از خانم مریم رجبی رئیس جمهور و گزین مقاومت در جهان اسلام را مواجه میشیم باش عرض کنم که نمونهش وقتی در ویلپن در هر سال وقتی گردماهی سالانه مقاومت ایران شکل میگیره نماینده های کشورهای خلیج فارس از یمن بحرین، کویت، عربستان سعودی، ارز کنم که اردن، همه کشورهای مسلمان منطقه از مصر، کشورهای کلیدی منطقه که بلاس استراتژیک امنیت ویژه دارن نماینده میفرستند و از مقاومت ایران رسما حمایت کنند. این به دلیل انتخاب درست این و به دلیل مسئولیتی است که مقاومت ایران در قبال خلقهای ستم کشیده این م... اه... کشورها در و در مقابل فشارها و توته ها و در... تضییقاتی است که رژیم به این مردم تحمیل کرده تو این سالها به همین دلیلم من فکر می کنم چشمانداز برای جنبشی که همواره خواهان برقراری یک نظام دموکراتیک در ایرانه نظامی که مردم بتونن آزادانه تو هر زمینه ای انتخاب کنند آزاد بتونن رشد کنن زنها بتونن آزادانه فعالیت سیاسی داشته باشن اجتماعی داشته باشن آزادی پوشش داشته باشن این جنبش پیامش چیزی نیست جز منشور حقوق بشر که همواره تو این سی و هفت سال به آن احترام گذاشته و در عمل نیف ثابت کرده که به آن اعتقاد داره در نتیجه ایران فردا ایران بدون ملا ایران آری از استبداد دینی اوج شکوفاییش رو خواهیم دید و این مقامت ایران به دلیل سازماندهیش به دلیل تشکیلاتش به دلیل مبارزش به دلیل نیروهایی که داره قادر تا به این مهم تاریخی دسترسی پیدا کنه ارز کنم که رژیم در فضایی قرار گرفته که چه به لازه داخلی و چه به لازه بین المللی در بمبسته آن طرف سکه مبارزه برای آزادی مردم ایران مقاومت وجود داره که در سمت درست تاریخ قرار گرفته در شرایطی که کشورهای منطقی از کشورهای عربی خلیج فارس تا کشورهای مسلمان به وزن و اعتبار این مقاومت هر روز بیشتر پی برده و به آن نزدیک میشن و از سیاست های آن دفاع میکنند به لازه بین المللی شورای ملی مقاومت در شرایط بسیار بسیار بالایی قرار گرفته به خصوص که بعد از هجرت سازمان مجادی اعضاش به آلبانی و بور شدن نظام در عدم توفیق در نابودی این جنبش آزادی بخش شرایط رو به نفع مقاومت ایران تغییر داده به باور من با توجه به شرایط داخلی با توجه به شرایط منطقه و بین ظرف سرنگونی رژیم الان وجود داره و استراتژی این مقاومت دقیقا در اون مسیر داره گام برمیداره پیام من به نسل جوان ایران پیام من به مردمی که میخوان مبارزه کنند تا مطالبات خودشونو بعد از سالهای سال به دست بیارن اینه که در کانونهای شورشی که توسط مقاومت ایران در سراسر سر کشور سازماندهی شده بپیوندن از طریق و مبارزه خودشون و از طریق کانونای شورشی تعمیق بدن تا در شرایط مشخص که پیش بیاد بشه کار این رو یکسره کرد من فکر می کنم باید قیام سال گذشته رو به فال نیک گرفت و امیدوارم رجای واسق دارم که این رژیم در مسیر سرنگونی داره با شدت میره و هیچ راهحلی حلی براش نیست جز سرنگونی و مقاومت ایران به عنوان تنها آلترناتیو موجود در مبارزات سیاسی ایران به خاطر ح... بیش از سه دهه مبارزه به خاطر بیش از فدیه 120 هزار انسان فریخته تو این مسیر راه آزادی ایران رو همواره با تمام سختیاش ته کرده و با استقامت استواری و سربلندی تونسته تا این نقطه برسه اینه که من قبل از هر چیزی به تمام ملت شریف ایران یک نکته رو تاکید کنم که امید عاشق پیروزیه امکان نداره این رژیم بتونه دوام بیاره امیدتون رو از دست ندید به ارتش آزادی بخش در قانونهای شورشی بپیوندید کمک برسونید اگه میتونید چه به لازه مادی یا به معنوی چه حتی میتونید حضور پیدا کنین سعی کنید اجتماع خودتون رو بر علیه این رژیم تکثیر بکنید و من قطعا امیدوارم که در سالی که در پیشه ما بتونیم جشن واقعی نوروز و آزادی ملت ایران را در میدون آزادی کنار هم برپا کنیم با آرزوی بهروزی سعادت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان